ادامه داروهای پاراسمپاتولیتیک صفحه 159. تأثیر داروهای ضد موسکارینی بر حسب منبع آگونیست و بافت مورد مطالعه متفاوت است. تأثیرشون بر حسب منبع آگونیست و بافت مورد مطالعه متفاوت است. بافت هایی که بیشترین حساسیت به آتروپین را دارن عبارتند از غدد برونشی، بزاق و عرق، و کمترین حساسیت مربوط به ترشح اسید توسط سلول‌های جداری معده است. پس غدد برونشی، غدد بزاقی، غدد عرق بیشترین حساسیت به آتروپین و کمترین حساسیت مربوط به ترشح اسید توسط سلول‌های جداری معده است. در اکثر بافت‌ها داروهای ضد موسکارینی اثر آگونیست‌های اگزوژن را بهتر از اثر استیلکولینی که به صورت آندروژن آزاد می‌شود مهار می‌کند. در اکثر بافت‌ها داروهای ضد موسکارینی اثر آگونیست‌های اگزوژن را بهتر از استیلکولینی که به صورت آندروژن آزاد می‌شود مهار می‌کند. جالب. یعنی اگر مثلا کسی مصدوم شده باشه با آگونیست اگزوژن، بهتره چی بهش بدیم؟ داروی ضد موسکارینی بدیم، چون داروی ضد موسکارینی آگونیست اگزوژن بهتر از استاتین کنیم که به صورت آندروژن آزاد میشه مهار میکنن. میفهمیم؟ سنتزی شاید بیرون میشه. اثر آتروپین فوق‌العاده انتخابی است، فوق‌العاده سلکتیو و قدرت تاثیرش بر گیرنده های نیکوتینی بسیار کمتر از گیرنده های موسکارینی. جواب تو گرفتی؟ اثرش بر گرنهای نیکوتینی کمتر از موسکارینیه. در مصرف بالینی اثر آن بر گرنهای غیر موسکارینی قابل توجه نیست. اثر آتروپین بر گرنهای M1, M2 و M3 تفاوتی نمی‌کنه. اما سایر داروهای ضد موسکارینی در مورد این گروه های فرعی تا حدودی انتخابی عمل می‌کنن، ولی آتروپین روی اینا فرقی تفاوت نمی‌کنه. گفته جدول 8-1. بعد گفته اکثر داروهای ضد موسکارینی سینتتیک برای گیرنده های غیر موسکارینی نسبت به آتروپین به طور قابل توجهی کمتر انتخابی. به عنوان مثال بعضی از داروهای ضد موسکارینی با آمین کواترناری دارای اثرات واضح مسدد عقده است، یعنی گنگلیون بلاکر است، و بعضی از آنها مسددهای قوی گیرنده های هیستامین، یعنی هیستامین بلاکر. آثار ضد موسکارینی گروه های دیگر مثلا داروهای آنتی سایکوتیک و ضد افسردگی ها قبلا مورد اشاره قرار گرفته است. انتخابی بودن اثر این داروها بر روی انواع فرعی گیرنده های موسکارینی هنوز مشخص نشده است. گلناس لطفا پنجره رو باز کن. نه اینجوری، نه اینجوری که من درد میگه، لحظه باشی. اثر بر روی اعضای بدن. اثر کیا؟ پاراسمپاتولیتیکا، داروهای ضد موسکارینی روی اعضای بدن. اول روی CNS. آتروپین با مقادیری که به طور معمول مصرف می شود اثرات تحریکی خفیفی بر روی دستگاه عصبی مرکزی به خصوص مراکز بصل و نخاعی پاراسمپاتیک دارد. از آتروپین رو چی داره؟ خیلی خفیف. اثرات تحریکی خفیف، نه خفیف، اثرات تحریکی خفیف داره و اون تحریکی هم که میذاره رو مدول آبلونگانتا. مراکز بصل و نخاعی پاراسمپاتیک دارن. همچنین دارای اثر آرام بخش بر روی مغز است که آهسته تر ایجاد می شود و به مدت طولانی تری باقی می ماند. اسکوپولامین اثرات مرکزی آشکارتری دارد و با مقادیر مصرف معمولی ایجاد خواب آلودگی می کند و در افراد حساس باعث ایجاد فراموشی می شود. مقادیر سمی آتروپین با شدت کمتری و اسکوپولامین منجر به هیجان زدگی، بیقراری، توهم و کما می شود. مقادیر سم یعنی خیلی زیاد مصرف بشه با شدت کمتر و اسکوپولامین با شدت بیشتر باعث هیجان زدگی، اکسایتیشن، بیقراری، توهم زاد چی میشد؟ هالوسینوژن، هالوسینوژنی و کما میشود. لرزش ناشی از بیماری پارکینسون به وسیله داروهای ضد موسکارینی با اثر مرکزی کاهش پیدا میکنه و آتروپین به صورت عذاره بلادونا از اولین داروهایی بود که در درمان این بیماری به کار رفت. از اولین داروهایی همانطور که در فصل 28 توضیح داده شده است، لرزش و سفتی عضلانی بیماری پارکینسون
لرزش و سفتی عضلانی از فعالیت بیش از حد کولینرژیک و کاهش فعالیت دوپامینرژیک در سیستم عقده‌های قاعده‌ای استراتیوم ناشی می شود. از اونها که پارکینسون دارن تریمور دارن همراه با هاردنس ماسل، اوکی؟ و اینها به دلیل فعالیت بیش از حد کولینرژی و کاهش فعالیت دوپامینرژی و سیستم عقده قاعده‌ای استراتیوم است. بنابراین ترکیب یک داروی ضد موسکارینی با یک داروی پیشساز دوپامین مثل لوودوپا بسیار بهتر از مصرف هر یک از آنها به تنهایی است. پس بهتره چیکار کنیم؟ یه داروی ضد موسکارینی علاوه پیشساز بکنیم و بعد برای کی استفاده کنیم؟ بعد یه کولینرژی رو ساپرس می‌کنیم، دوپامینرژی رو میاریم بالا، بعد هم یکی میشه دیگه. به نظر میرسد در اختلالات دستگاه وستیبولی به خصوص در بیماری مسافرت یعنی موشن سیکنس، اوکی؟ انتقال پیام در گیرنده‌های موسکارینی مختل میباشد. اسکوپولامین اغلب در پیشگیری و درمان این اختلالات مؤثر است. قبوله؟ اما اینجا جدول 8-1 گروه های فرعی گیرندهای موسکارینی و آنتاگونیست های آنها. این تصویر رو اینجا داشته باشیم، ما میریم بعدی توضیح. ویژگی M1 محل اولیه اعصاب، M2 قلب، اعصاب عضله صاف، M3 غدد، عضله صاف، اندوتلیوم عروق. M1 IPT رو زیاد میکنه، این استاتیلی فسفات دیاسیل گلیسرول رو زیاد میکنه. M2 کم و کم میکنه، جریان کانال پتاسیمی رو زیاد میکنه. M3 هم مثل M1 IPT رو زیاد میکنه، دگا زیاد میکنه. پس فرق M1 و M3 اینه که این تو اعصاب، این تو غدد. M1 تو اعصاب، M3 تو غدد. آنتاگونیستای M1 کیه؟ آنتاگونیستای کی؟ M1 پیرنزپین، تلنزپین، دیسیکلومین، که گفته که دیسیکلومین در مصارف بالینی یک داروی ضد اسپاسم روده است. ببینید دیسیکلومین ثابت تفکیک تقریبی آتروپین، حالا میخوام عنوانو کامل کنم، ثابت تفکیک تقریبی آتروپین گفته 5 نسبت به آتروپین سنجیده می شود. اعداد کوچکتر نشانه میل ترکیبی بالا هستند. بعد پیرنزپین 25 AFDX 116-2000 داریفناسین 70. حالا اینجا گفته که AFDX 116 مخفف 11-2-دی‌اتیل‌آمینومتیل-1 پایپرینیدیل استیل 5-11-دی‌هیدرو-6-هیدروژن-پیرید-2-3-بی-1-4-بنز-دی‌آزپین-6-اونه. چه اسم قشنگی، همون AFDX116 را بهتره یاد بگیری. AFDX116 باید یاد بگیری. گفته AFDX116. بعد گفته زیر گروه M2 آنتاگونیستاش گالامین، متوکترامین، AFDX116 دو مرتبه. بعد گفته که برای M3 4 دمپ، داریفناسین، سولیفناسین، اکسیبوتینین، تولترودین. گیرنده فرعی نوشته منظورش چیه؟ مثلا آتروپین الان آنتاگونیست داشتن ولی گیرنده فرعی نشونه من بده این لغت رو. گروه های فرعی باشه. گروه های فرعی یعنی چی؟ M1 M2 M3. گیرنده اصلی کیه؟ بذار بچه ما چی کارش داری؟ گیرنده اصلی کیه؟ موسکارینی. گیرنده فرعی M1 M2 M3. خیلی ساده. پس الان آتروپین جزو آنتاگونیست هایی نیابده جدول به این گندگی. یعنی چی نیابده؟ آتروپین آنتاگونیست موسکارینی مگه نیست؟ سلکتیو مثلا موسکارینی دقیقا. ولی جزو آنتاگونیست ها اینجا هیچ کدوم از M1 M2 M3 نیابده. آها، این برای که گفت آتروپین نمیتونه تفریق کنه بین اینا. آتروپین کلا زده موسکارینی، ولی اگه میخوای فقط M1 رو به صورت سلکتیولی آنتاگونایز کنی باید اینا رو استفاده کنی. حالا ادامه میدم. خب ادامه اثر بر روی اعضای بدن پاراسمپاتیک روی چشم. لایکا چشم
عمل عضلات تنگ کننده مردمک شکل 6-9 که توضیح دادیم به فعالیت گیرنده های موسکارینی بستگی دارد. آتروپین و سایر داروهای ضد موسکارینی با آمین نوع سوم به صورت موضعی اثر این گیرنده ها را که با عمل گشاد کنندگی سمپاتیک مقابله می کند مهار می نمایند و در نتیجه میدی ریازیز ایجاد می شود. آقا جان، اثر پاراسمپاتولیتیک رو چشم چیه؟ میدریازیز. یعنی چشم گشاد میشه. پاراسمپاتولیتیک، تو حالت پاراسمپاتیک چشم نرماله، حدقه چشم مردمک، درسته؟ درسته یا نه؟ دیگه تنگ میشه دیگه. خب دیگه تنگ میشه. پاراسمپاتیک تنگ میشه. ما پاراسمپاتولیتیکیم حالا. میدریازیز. فهمید شد؟ حالا چرا میدریازیز؟ چون که آتروپین و کلن آنتی موسکارینی های زد آمین نوع سوم به صورت موضعی اثر گیرنده ها را با عمل گشاد کنندگی سمپاتیک مقابله می کنن، مهار می کنن. مهار می کنه عمل گشاد کنندگی که داره با سمپاتیک مقابله می کنه، اونو مهار می کنه. در نتیجه میدریازیز ایجاد می شود، یعنی گشاد می شود. حالا ایناشو ولش کن، نمی فهمی سخته. آتروپین و آمین نوع سوم میدریازیز. در دوره رنسانس مردمک های متسع یعنی گشاد یک نوع زیبایی به حساب می آمده و به همین علت نیز نام بلادونا که یک کلمه ایتالیایی به معنی دوشیزه زیباست به گیاه مربوطه و عصاره آن اطلاق می شود. زیرا در آن زمان از این عصاره به صورت قطره چشمی استفاده می شده است. چه جالب. دومین اثر مهم داروهای ضد موسکارینی، پس این داستان، دومین اثر مهم داروهای ضد موسکارینی در چشم فلج عضلات مژگانی یا سیکلوپلژی است. سیکلوپلژی ها چیه؟ فلج عضلات سیلیاری مژگانی. تی بی؟ کتک میخوای؟ بیا اینجا ببینمت. بودو بودو. آفرین آفرین، گود بوی. نه؟ بگیرش؟ بگیرش. آفرین آفرین آفرین. گود گر. گود گر. یاری بگو گرد میگی؟ از گر نمیگی گرد؟ گرد. یعنی تو غلغون باید انگیزی ما این زمان انگیزی ما خوب است، تو غلغون بده میگی. گود بای. گود گر. گود بای. گود بای. من دیده دومین اثر مهم داروهای ضد موسکارینی در چشم سیکلوپلژی، فلج عضلات مژگانی یا سیکلوپلژی است. فلج این عضلات باعث عدم توانایی در تطابق یا اکومودیشن میشه. اوکی، عدم توانایی در اکومودیشن و چشم هایی که کاملا آتروپینیزه شده اند نمیتوانند برای دید نزدیک متمرکز شوند. دیگه نمیشه دیده نزده، فقط تو دورو ببینه. اوکی؟ در چشم پزشکی هم از میدریازیز و هم از سیکلوپلژیا استفاده میشود. هر دوی اینها ممکن است خطرناک هم باشند، چون در بیمارانی که زاویه اتاق قدامی باریک دارن ممکن است باعث گلوکوم حاد شود. اونا که زاویه اتاق قدامیشون یعنی پست آنتریور چمبرشون زاویهش شورته، باعث اکیوت گلوکوما میشه. سومین اثر، این دومین اثر بود، اولین اثر چی شد؟ خود میدریازیس. میبینی؟ اینجا کلمه اول نگفته، اول این دوم، اما سومین عمل. اوکی؟ سومین اثر داروهای ضد موسکارینی در چشم کاهش ترشح اشک است. کاهش ترشح اشک. گاهی بیمارانی که مقادیر بالایی از داروهای ضد موسکارینی را مصرف می‌کنند از خشکی چشم یا احساس شن در چشم شکایت دارند. خب شکل 8-3 شارژر لپ موبایل منم بده. شکل 8-3 اثرات قطره موضعی اسکوپولامین بر قطره مردمک، بر قطر مردمان میگم قطره مردمک، اثرات قطره موضعی اسکوپولامین بر قطر مردمک بر حسب میلیمیتر و تطابق بر حسب دیوپتر. دیوپتر چی بود؟ واحد عدسی بود، توانه عدسی بود. در چشم سالم انسان در لحظه صفر یک قطره از محلول 0.5% دارو به کار رفته و قطره دوم درست 30 دقیقه بعد مصرف شده است.
متوسط پاسخ در 42 چشم به دست آمده، به برطرف شدن بسیار آهسته اثر توجه کنید. این گرافه داشته باشین، من توضیحش بدم ببینم چی چیزی گفته. چی؟ این زمانه اینجا اولش 0 دقیقه، 15 دقیقه، 30 دقیقه، 40 دقیقه، 60 دقیقه، 90 دقیقه، بعد یه دفعه شده یه روز، دو روز، چهار روز، 6 روز، 8 روز، 10 روز. اولش چیه؟ اینجا گفته چی؟ اکومودیشن بر حسب دیوپتر، پاپیل دیامیتر بر حسب میلیمیتر. اوکی؟ اوکی. الان وقتی که مصرف کردیم قطره چی و اسکوپولامینو، اکومودیشن سریعاً کم شده و خیلی آهسته به اکومودیشن نرمال برگشت. قطر پاپیل سریعاً گشاد شده، خیلی گشاد مونده تا یه ساعت و نیم تا 90 دقیقه و بعد خیلی آهسته به صورت قطر پاپیل به نرمال برگشته. وقتی قطر پاپیل نرمال میشه اکومودیشن هم نرمال میشه. خب اثر داروهای پاراسمپاتولیتیک روی دستگاه قلبی عروقی، گره سینوسی دهلیزی SA نوت به مهار گیرنده های موسکارینی بسیار حساس می باشن. او مای گاد، بگو SA بسیار حساس به گیرنده های موسکارینی می باشن. در قلبی با اعصاب دست نخورده و در حال ضربان اثر مقادیر حواست جمع کن. اونجام تیبی بیا اینجا، نواد بره پایین، بره پایین می آنو می خوره. در قلبی با اعصاب دست نخورده و در حال ضربان اثر مقادیر متوسط تا زیاد آتروپین، بلاک واگوسنر و تاکیکاردی نسبیست. با این حال مقادیر کمتر در اکثر مواقع موجب برادیکاردی اولیه پیش از ظهور بلاک محیطی واگ می شود. این اولش میخواد بگه برادیکاردی ایجاد میشه. اثر مقادیر متوسط تا زیاده آتروپین، بلاک واگوسنر و تاکیکاردی نسبی. این که مشخصه. باید با این حال مقادیر کمتر در اکثر مواقع موجب برادیکاردی میشه پیش از ظهور بلاک محیطی واگ. شواهد نشان می‌دهند که این آهسته شدن ممکن است ناشی از بلاک گیرنده‌های موسکارینی پیش سیناپسی M1 از نوع اوتورسپتورها باشد. کیا؟ اوتورسپتورها بر روی الیاف پس عقده‌ای واگ که در حالت طبیعی آزاد شدن استیل کولین را در گره سینوسی و سایر بافت‌ها محدود می‌کند. مکانیزم‌های مشابهی در کنترل عملکرد گره دهلیزی بطنی دخالت دارند. در حضور فعالیت زیاد واگ آتروپین می‌تواند از طریق مهار گیرنده‌های موسکارینی در گره آتریوونتریکولار فاصله PR در الکتروکاردیوگرام را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. پس آتروپین از طریق مهار گیرنده‌های موسکارینی در AV فاصله PR را در ECG کم می‌کنه. یه نکته. از طرفی شواهد نشون داد که آهسته شدن به خاطر بلاک پیش سیناپسی M1 آتورسپتور بوده و بالاتر گفت کلا مقادیر متوسط تا زیاد بلاک واگ و تاکیکاردی نسبی، ولی مقادیر کم باعث برادیکاردی اولیه میشه. اثرات موسکارینی به طور مشابهی مهار در عضله دهلیزها نیز اثرات موسکارینی به طور مشابهی مهار میشوند، اما این آثار به جز در موارد فلاتر و فیبریلاسیون دهلیزی اهمیت بالینی ندارند. اما این آثار به جز در موارد فلاتر که من منشا نمیدونم و فیبریلاسیون دهلیزی اهمیت بالینی ندارند. از آنجایی که مکانیزم های موسکارینی در کنترل بطنها دخالت کمتری دارند، این قسمت از قلب در سطوح درمانی داروهای ضد موسکارینی کمتر تحت تاثیر قرار میگیرد. اون ونتریکل گفتیم که رسپتور موسکارین نداره. این داروها در غلظت‌های سمی با یک اثر بی‌حس کننده موضعی هدایت داخلی بطن را مسدود می‌کنن. این داروها در غلظت‌های توکسیکشون با یک اثر بی‌حس کننده موضعی هدایت داخلی بطن را مسدود می‌کنن. داره میگه تأثیر نداره، ولی داره میگه اگه توکسیک بشه هدایت داخلی بطن را مسدود می‌کنه.
اکثر عروق خونی هیچ عصبی را از دستگاه عصبی پاراسمپاتیک دریافت نمی کنند. اکثر عروق خونی هیچ عصبی را از دستگاه عصبی پاراسمپاتیک دریافت نمی کنند. با این حال تحریک پاراسمپاتیک موجب اتساع یعنی گشاد شدن شرائین کرونری و تحریک اعصاب کولینرژیک سمپاتیک میشه که باعث اتساع عروق در بستر عروقی عضلات اسکلتی میشه. یه بار دیگه بگو. اکثر عروق خونی هیچ عصبی رو از دستگاه عصبی پاراسمپاتیک دریافت نیم. با این حال تحریک پاراسمپاتیک موجب اتساع شرائین کرونری و تحریک اعصاب کولینرژیک سمپاتیک باعث اتساع سمپاتیک ها کولینرژیک سمپاتیک اعصاب کولینرژیک سمپاتیک باعث اتساع عروق در بستر عروقی عضله اسکلتی می شود. این اتساع یعنی گشادی عروقی را می توان به وسیله آتروپین مهار کرد. به علاوه تقریبا تمامی عروق دارای گیرنده های موسکارینی اندوتلیال هستند که باعث اتساع آنها می شوند. تقریبا تمامی عروق دارای گیرنده های موسکارینی اندوتلیال هستند. من نمیدونم الان پس این آها میگه عصب پاراسمپاتیک دریافت نمی کنه ولی گیرندش را داره. رسپتورش داره ولی عصب نداره، نرو نداره. عروق داره گیرنده های موسکلی اندوتلیال هستن که باعث اتساع آنها می شود. ببین من اینجا شدم گفته که سلول اسکلتی اینجا هم گفته عصب دیگه نشدم فقط رسپتور دارن درسته؟ چی؟ اینجا هم گفته که چی؟ ببین گفت شرائین کرونری تحریک پاراسمپاتیک فقط موجب گشادی کرونرا میشه داخل قلب. خب آره. و تحریک اعصاب کولینرژیک سمپاتیک، چون گفتیم اعصاب سمپاتیک اولش کولینرژیکه بعدش آدرنرژیک میشه دیگه. آره. حالا قسمت کولینرژیکش اگه تحریک کنیم باعث اتساع عروق در بستر عروقی یا عضله اسکلتی میشود. می‌فهمی چی شد؟ مطمئنی؟ خیلی مهمه یه تیکه. این گیرنده ها به آسانی توسط داروهای ضد موسکارینی مسدود میشوند. نگو؟ این گیرنده ها به آسانی توسط داروهای ضد موسکارینی مسدود میشوند. کدوم گیرنده ها؟ گیرنده های موسکارینی اندوتلیال. داروهای ضد موسکارینی با مقادیر استمی و در بعضی از بیماری تا با مقادیر معمولی با مکانیزمی ناشناخته باعث گشاد شدن رگه های پوستی به خصوص در قسمت فوقانی بدن می شود. باعث گشاد شدن رگه های پوستی به خصوص فوقانی بدن می شود. اثرات خالص آتروپین بر روی دستگاه قلبی عروقی. اثرات خالص آتروپین یعنی مؤلثه که گفته پیور آتروپین بر روی دستگاه قلبی عروقی در افرادی که دارای همودینامیک طبیعی هستن یعنی افراد سالم زیاد برجسته نیست. تاکیکاردی ممکن است اتفاق بیفتد اما تغییرات فشار خون ناچیز است. تغییرات فشار خون بگو ناچیز است یعنی تماشا گفت هیچ اتفاقی نمیفته. اثرات قلبی عروقی محرک های موسکارینی با نحو عمل مستقیم به راحتی با این داروها قابل پیشگیری است. بگو ما نحو عمل مستقیم ها کیا بودن؟ مستقیم ها که همه چیز شده؟ دیدوستیگمین، نوبلین، نیکوتین، موسکارین، متانکول، بتانکول اینا بودن. میگه اینا نحو عمل مستقیم ها رو راحت میتونیم با این داروهای آنتی موسکارینی مثل آستروپین و اینا سریعا عمل کردشون چکار کنیم؟ بلاک کنیم. خب حالا اینجا یه شکلی وجود داره، شکل 8-4 اثرات افزایش دوز آتروپین برای ضربان قلب. این اولین شکلمونه، این دومیشه. شکل 8-4 ببین گفته چی؟ اثرات افزایش دوز آتروپین بر روی ضربان قلب آ و جریان بزاق بی بسته به میزان اشغال گیرنده موسکارینی اثر پاراسمپاتیک دوز پایین آتروپین به بلوک گیرنده های موسکارینی پیش سیناپسی نسبت داده میشه که ترشح استیتیلکولین را متوقف میکنه. این الان چیه؟ هارت ریت بیت پر مینیت. آتروپین دوز میکروگرم پر کیلوگرم. هر چی که غلظت آتروپین بیشتر شده تا یه حدی پیش اومده بعد یک دفعه اثر گذاشته. اول هارت ریت کم شده پس همون برادیکاردی گرفته.
اوکی، ولی با مقادیر توکسیک یعنی مقادیر زیادش هارت ریت داره زیاد میشه، میبینی؟ خب دیگه آنتی پاراسمپاتیک، پاراسمپاتیک بلاک میکنه، فقط سمپاتیک روش کار میکنه، واسه یفه میره بالا. فقط این اولش که میاد پایین معلوم نیست چرا میاد پایین، یعنی ولی باید بره بالا، ولی باید بره بالا. آفرین. ریسپتور آکیوپنسیان داره از اول زیاد میشه. از طرفی آتروفین با سالیواری فلو یعنی جریان بزا، ریسپتور آکیوپنسیان اول زیاد میشه بعد کم میشه. حالا اینکه چرا زیاد میشه معلوم نیست، چون باید کم باید میشه از کم اول میشه. علی از اول زیاد میشه بعد کم میشه. چهار، اثر این پاراسمپاتولیتیکا رو دستگاه تنفسی، روی دستگاه تنفسی. از